و گفت دین برای رسیدن به خداست و لاغر، تمام شد. جهان رو باید دانشمندان اداره کنن، نه روحانیان. این رو گفت، حتی اطرافیان او بر نتافتن. من کاملا به یاد دارم که اون سخنرانی مرحوم بازرگان رو برای چند نفر فرستادن قبل از اینکه به صورت عمومی نشر بشود. یکی از اون چند نفر بنده بودم. سخنرانی ایشان رو که من خوندم، دین فقط برای آخرت و خدا. من یه چند سطر خیلی ساده در پاش نوشتم که من نسبت به این سخنان کمال خضوع و تحسین رو دارم و گمان میکنم که ایشون بهترین سخن عمر خودش رو گفته است. دوستان دیگر ایشون چنین نظری رو نداشتن، کمتر یا بیشتر از ایشان انتقاد کردن، ولی نهایتا اون سخنرانی چاپ شد و الان در اختیار است و شما میتوانید ببینید که یک کسی در سنین حدود 80 سالگی پس از عمری مبارزه، به طوری که دوستانش میگفتن آقا شما تمام خدمات و عمر خودت رو زیر سوال میبری، ولی ایشون شجاعانه ایستاد و گفت اکنون من به این نتیجه رسیدم، دین برای نشان دادن راه آخرت است. و این چه نکته شریفی است. بنده فروتن هم در بسیاری از نوشته های خودم این رو آوردم، ولی حرف حقیر کجا و حرف اون بزرگوار کجا که پس از 75-80 سال وقتی به این نتیجه رسید شجاعت اعتراف به اون رو داشت. مرحوم آقای منتظری هم همینطور، شجاعت اعتراف، شجاعت تحول، شجاعت دگرگونی. شما فکر نکنید آقا برای یه مرجع خیلی سخته که بعد از یک عمر فقاهت و مرجعیت و مبارزه و شکنجه دیدن و برای ولایت فقیه 4 جلد کتاب قطور نوشتن که تقریبا در تاریخ فقه شیعه تقریبا نه تحقیقا بی نظیر است، ما چنین تألیفی نداریم، یک مرتبه برگردد و بگوید که این نبود اون چه که ما میخواستیم. تجربه نشان میدهد که این تئوری در عمل موفق نیست و تا بداند مؤمن و گبر و یهود که در این صندوق جز لعنت نبود. وقتی که کسی به این نتیجه میرسد و این رو اعتراف هم میکند، شما باید این رو نشانه شجاعت بی حد و حصر این آدم بدانید. در اون سنینی که مخصوصا وقتی مراجع می نشینند همه منتظر احترامند، همه میخواهند به تعبیر خیلی ساده خودشون رو گرانتر به دیگران بفروشند، ولی کسی که از اینها گذشته است که این گذشته اصلا آسان نیست، پروای این محافظه‌کاری ها رو ندارد. این درس اول. درس دوم گذشته اینها بود. ببینید آقای بازرگان از استادی دانشگاه، از ریاست دانشگاه، از رفاه، از پیش همسر و خانواده بودن، از داشتن شغل، از همه اینها عبور کرد و واقعا زندان رو، شکنجه رو به خود خرید برای اینکه به مردم آزادی بدهد و مبارزه با استبداد کند. مرحوم آقای منتظری هم همین کار رو کرد. سومیش به هر حال تن به تجربه دادن بود. من این رو خیلی مهم میدونم. آقای بازرگان اصلا عالم علوم تجربی بود، آقای منتظری هم کم کم به این طریق پیوست. چهارمی، استخراج تکلیف دینی برای مبارزه با ستم. در هر دو اینها به نیکی دیده می شود، چه اونهایی که به حکم وجدان مبارزه با ستم می کنند، چه اونهایی که به حکم دین مبارزه می کنند، هر دوتا با تکلیفی روبرو هستند و این تکلیف همچنان که در گذشته با ما بوده است امروز هم هست. پنجم، این که رو آوردن هر دو اینها به مفهوم حقوق بشر. به ما آموخته است که مبارزه با استبداد اگر بر مبنای حقوق بشر و یک تئوری مسلم و مستحکم نباشد پاسخ معکوسی خواهد داد. مرحوم آقای منتظری، من مطمئنم وقتی که همراه و همگام با آقای خمینی مبارزه میکرد چیز از حقوق بشر در ذهن او نبود. همون بود که آقای خمینی هم بعدها گفت، ما آمده ایم برای اجرای احکام الهی. اصلا سخنی از این که ما آمده ایم تا حقوق بشر محترم شمرده شود در میان نبود. من در یکی از سخنرانی هام که اکنون چاپ شده نوشتم که تا استبداد نظری هست استبداد عملی هم هست و در مقابل استبداد سلطنتی، اگر چپ های ما، فرق نمی کنه، چریک های ما، مجاهدین خلق، اینها پیروز می شدن که همه شون دوچار آرزه استبداد نظری بودند، و یا روحانیت که پیروز شد که او هم دوچار
عارضه استبداد نظری است، همین آش بود و همین کاسه. استبداد استبداد است، استبداد عملی از سرچشمه استبداد نظری سیراب می شود. در نظر اگر شما پلورالیست نباشید، اگر قائل به حقوق نباشید، اگر آزادی برای شما موضوعیت نداشته باشد، شما نمیتونید یک مبارز راستین با استبداد، علاوه بر استبداد عملی که باید با اون مبارزه کنیم، با استبداد نظری هم باید مبارزه کنیم. ما خیلی راه اندیشگی و فکری در پیش داریم که باید بپیماییم. به همین سبب هم از کسانی که مبارزه عملی میکنن، از کسانی که مبارزه نظری میکنن، باید استقبال بکنیم. به گمان من این هر دو وجه در این بزرگوارانی که به نامشون و به یادشون در اینجا این مجلس برپا شده است محقق بود و باید برایشان از خداوند طلب آمرزش کرد. نظیر خیش به نگذاشتند و بگذشتند. خدای عزوجل جمله را بیامرزاد. و السلام علیکم.